متهم اول ماجرای استخر فرح و مرگ هاشمی رفسنجانی، سرتیپ پاسدار حسین نجات است. اخیراً حسین نجات با حکم سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه سارالله تهران منصوب شد. در دیماه 1395 انتصاب حسین نجات رئیس وقت سپاه ولی امر، مسئول امنیت علی خامنه ای، به سمت جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه یا به قول خودی های رژیم ساس و جابجایی او با مجید حسینی که از فرماندهان ناشناس سپاه بود، اقدامی در جهت سیاسی تر شدن اطلاعات سپاه تلقی می شد. فرمانده قرارگاه سارالله خود فرمانده کل سپاه پاسداران نیز هست و معمولاً در رژیم جمهوری اسلامی او به دلیل وظایف تعریف شده فرماندهی سپاه فرصت فرماندهی مستقیم در قرارگاه سارالله را در عمل به جانشین خود تفویض می کند. بنابراین از امروز باید حسین نجات را فرمانده قرارگاه سارالله تهران دانست، اما این انتصاب یک انتصاب معمولی نیست. چرا این انتصاب مهم است؟ پاسخ این است که چون قرارگاه سارالله مهمترین قرارگاه امنیتی در پایتخت رژیم جمهوری اسلامی است که وظیفه حفاظت از تهران و نهادهای مهم حکومتی مستقر در تهران را در برابر هر نوع خطر، ام از شورش مردم و اعتراضات فراگیر ضد حکومتی و یا تهدید نظامی علیه حکومت مانند کودتا بر عهده دارد و در کنار 10 قرارگاه منطقه‌ای سپاه در سراسر کشور، قرارگاه سارالله مهمترین قرارگاه منطقه‌ای سپاه محسوب می‌شود. اگر برای شما هم سوال است که این سلسله تغییرات سریع در بدنه قدرت و در سپاه به چه دلیل است و رژیم جمهوری اسلامی و بیت خامنه ای از چه چیز می ترسند که هراسان به فکر چینش نظامی جدیدی شده اند، با ادامه این برنامه همراه باشید. به گزارش رادیو فردا، سه سپاه استانی یعنی سپاه‌های محمد رسول الله تهران، سیدالشهدای شهرستان‌های تهران و سپاه امام حسن استان البرز و صدها پایگاه بسیج آنها، به علاوه لشکرهای 27 تهران و 10 سیدالشهدای کرج و در صورت لزوم کل نیروهای انتظامی استان‌های تهران و البرز تحت فرماندهی قرارگاه سارالله هستند. یگانهایی که در صورت لزوم و احساس خطر قرار است برای سرکوب اعتراضات مردمی وارد عمل شوند. در گذشته نیز در سرکوب 3 اعتراض بزرگ ضد حکومتی در سالهای 1388، 1396 و 1398 قرارگاه سارالله مهمترین نهاد سرکوب معترضان در تهران و شهرهای اطراف آن بوده است. حسین نجات نیز که حالا به فرماندهی قرارگاه سارالله منصوب شده، یکی از مورد اعتماد ترین فرماندهان سپاه برای شخص علی خامنه ای، رهبر خودخوانده رژیم جمهوری اسلامی است. او پیش از این نیز به مدت 10 سال از سال 1379 تا 1389 فرمانده سپاه ولی امر، گارد ویژه حفاظت شخصی علی خامنه ای بوده است. نام اصلی او محمد حسین زیبایی نژاد و معروف به حسین نجات است. سابقه 40 سال عضویت در سپاه پاسداران را دارد و سالهای متمادی همکار محسن رضایی میرقائد، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، در بخش‌های اطلاعاتی سپاه بوده است. او در جنگ ایران و عراق مسئولیت حفاظت ضد اطلاعات قرارگاه خاتم الانبیا، مهمترین قرارگاه جنگی ایران را تا آخر جنگ به عهده داشت. حسین نجات که از فرماندهان ارشد سرکوب اعتراضات مردمی سال 88 در تهران بود، پس از فروکش کردن اعتراضات 88 از اداره کنندگان اصلی هیئت رزمندگان اسلام
یک تشکل اقماری مهم سپاه در سراسر کشور بوده است. او همچنین از مسئولان اصلی برگزاری مراسم اربعین در عراق به عنوان یکی از نمادهای نمایش قدرت سپاه و رژیم جمهوری اسلامی در عراق و منطقه خاورمیانه بوده است. سرتیپ نجات در سال 95 به عنوان جانشین یا معاون ارشد حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه ساس معرفی شد و تا بهار 1398 این سمت را حفظ کرد. دوره ای که با قدرتمندتر شدن اطلاعات سپاه و چسبندگی بیشترش به بیت علی خامنه ای و سایه انداختنش بر وزارت اطلاعات همراه بود. اقداماتی که همه به شکلی غیر قانونی و ضد جمهوریت رژیم بودند. جمهوریتی که البته دیگر هیچ کس آن را قبول ندارد. نجات پس از آخرین تغییرات در ساختار شبکه فرماندهی سپاه در سال 1398 به معاونت فرهنگی سپاه رفت و حالا به فرماندهی قرارگاه سارالله منصوب شده است. حسین نجات علاوه بر اینکه مورد اعتماد شخص علی خامنه ای است، گفته می شود که از روابط بسیار نزدیکی با مجتبی خامنه ای سیاسی ترین فرزند او نیز که از او به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی برای رهبری آینده جمهوری اسلامی و جانشینی پدرش یاد می شود برخوردار است. حسین نجات عضو شبکه ای از فرماندهان سپاه و نزدیکان مجتبی خامنه ای موسوم به حلقه گردان حبیب است. حلقه گردان حبیب یادآور نام گردان حبیب است که در دوران جنگ ایران و عراق مجتبی خامنه ای هم در آن عضو بوده و اعضای آن حالا به عنوان شبکه ای از تندروترین و سرکوبگرترین نیروهای اطلاعاتی امنیتی رژیم جمهوری اسلامی حول محور مجتبی خامنه ای متحد شدند. از جمله آنها میتوان از حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه، قدرتمندترین و ذی نفوذترین سازمان اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی نام برد. بسیاری از اعضای این شبکه قدرت حالا در مهمترین سمت‌های نظامی و اطلاعاتی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفتند. اگر نگرانی جمهوری اسلامی از تکرار اعتراضات بزرگ ضد حکومتی مانند اعتراضات بزرگ سال‌های 96 و 98 را بر اثر نابسامانی‌های داخلی و بحران در روابط خارجی در کنار مسئله جانشینی علی خامنه‌ای دو دغدغه اصلی حکومت بدانیم، می توان سرعت گرفتن روند چینش افرادی مانند حسین نجات با سه ویژگی معتمد خامنه‌ای بودن، مطیع رهبر بودن و آمادگی برای سرکوب مردم را در رأس ساختارهای سیاسی، نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی بهتر درک کرد. جمهوری اسلامی به شدت نگران آن است که وضعیت بد اقتصادی، وضعیتی که حتی نمیتواند جلوی بدتر شدن آن را بگیرد و افزایش اعتراضات مردم به شورش‌های شهری دیگر و بزرگتری در آینده بیانجامد و به همین دلیل معتمدترین و سرکوبگرترین فرماندهان و مقامات خود را در رأس نهادهای مهم نظامی و امنیتی و اطلاعاتی قرار داده است. این چینش ها هم نشانه آمادگی برای انتقال قدرت از خامنه ای به رهبر بعدی است و هم نشانه ترس شدید رژیم جمهوری اسلامی از تکرار اعتراضات بزرگ و فراگیر ضد حکومتی مردم از جمله در زمان مرگ علی خامنه ای. اعتراضاتی که می تواند ثبات و حتی حیات رژیم جمهوری اسلامی را به خطر بیندازد. حسین نجات جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه در تاریخ 22 شهریور 96 خودش در جمع مسئولان بسیج دانشجویی گفته بود که روز 25 خرداد 88 طبق برآورد ما حدود 450 تا 500 هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند. این مقام وقت سازمان اطلاعات سپاه مهر ماه سال 93 در گفتگو با خبرگزاری فارس تعداد 200 تا 300 هزار نفر را اعلام کرده بود. جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه در سخنرانیش همچنین به رابطه ویژه و هماهنگ شده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با مسئولیت سعید جلیلی در آن زمان
با هیئت‌های مداحی در سرکوب تظاهرات 88 اشاره کرده بود و میگوید که خودم در جریان وقایع آن روز با لباس مبدل ناظر صحنه ها بودم و حتی مجروح هم شدم. حسین نجات در آن دوران مسئول سیاسی اجتماعی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود. وی میگوید برای حل مشکل با آقای حدادیان تماس گرفتم و ایشان هیئت خود را به صورت دسته عزاداری وارد خیابان انقلاب کرد. وقتی این جمعیت زیاد به میدان آمد و فتنه‌گران و عناصر ضد انقلاب آنها را دیدند، صحنه را ترک کردند. این نوع روش حل مشکل توسط عضو دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به خوبی نشان دهنده روی کرده او در سرکوب اعتراضات است. کاری که از ابتدای شورش 57 با بکارگیری اوباش خیابانی در کنترل جو سیاسی جامعه در تاریخچه سپاه پاسداران ثبت شده است. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.